افغانستان اخیرا چندمین زمین لرزه ویرانگر را تجربه کرده است که منجر به تلفات جانی و خسارات گسترده شده است. تا 14 اکتبر بیش از 19250 نفر در ولایت هرات تاثیرات این زمین لرزه را احساس کردند. مقام های طالبان در ولایت هرات میگویند که در کنار خسارات جانی و مالی که در زمین لرزه های دو هفته اخیر رخ داده برخی از مکان های تاریخی نیز در این زلزله آسیب دیدند احمد الله متقی رئیس اطلاعات و فرهنگ طالبان در ولایت هرات با صدای آمریکا گفت که مسجد تاریخی هرات و قلعه اختیار دین که به ارگ نیز معروف است در این زمین لرزه ها آسیب دیدند اما او گفت که حکومت طالبان برای جلوگیری از آسیب بیشتر به این مکانهای چند صد ساله اقداماتی را اتخاذ کرده است خب طبق چشم دید ما از تاریخی متاسفانه قلعه اختیار دیوارهای از او کاملا تخریب شده و همچنان همو گلدسته های مسجد جامع و قسمتی از پای منارها دارای تخریبات زیاد می باشه تقریبا 90 درصد از آسیب دیدگان را زنان و کودکان تشکیل می دهند که نشان دهنده نیاز فوری کمک به این افراد است. هیچ برای ترکی شیشتا چراغ نداریم، خانه نداریم، زندگی نداریم. هیچ انت لالا اونا سرگردان که زنده هستیم. به تاریکی شیشتا چراغ داریم، نیچ سلاری داریم. هیچ به تاریکی چی بکنیم؟ در پاسخ به بحران ناشی از زلزله پی با سرعت مبلغ ابتدایی 15 میلیون دلار را برای حمایت از تلاشهای امدادرسانی فوری و طرحهای بازیابی زود هنگام با هدف ارائه کمک فوری و حمایت از بازسازی جوامع آسیب دیده از این زلزله ویرانگر اختصاص داده است ما زنان و کودکان زیادی را دیدیم که در خیمه ها زندگی می کنند و این وضعیت در حال حاضر در این قریه و بسیاری از قریه های دیگر از این قبیل در سراسر سر هرات سر است مردم به شدت نیازمند سرپناه زمستان در راست به گفته سخنگوی سازمان ملل متحد دفتر هماهنگی امور بشردوستانه یا گفت که کمک های بشردوستانه همزمان برای برآوردن نیازهای جوامی آسیب دیده قبل از فرارسیدن رسیدن زمستان صورت بگیرد. درجه حرارت هوا در شب شروع به کاهش کرده است. علاوه بر مردمی که خانه هایشان ویران شده، بسیاری از افغان ها از جمله در شهر هرات از ترس فرو ریختن خانه هایشان با پس لرزه های بیشتر بیرون می خوابند. ما همراه با شرکای خود به حمایتمان از روند پاسخدهی ادامه می دهیم اما باید کارهای بیشتری انجام شود. اسوسییتد پرس گزارش میدهد که سازمان بین المللی مهاجرت سازمان پناهندگان سازمان ملل متحد یونیسف و متحدین آنان بسته های سرپناه اضطراری خیمه ها و سایر لوازم را انتقال دادند یونیسف و شرکای آن به انتقال آب و ساخت تشناب ها در حال حاضر ادامه میدهند سهر عزیمی، تلویزیون آشنا صدای امریکا واشنگتن